بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 644 که عبارت از انیوژوال پریزنتیشن کول و رکتال ما می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که ای کیس دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد ام مسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم میگردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر میکنیم اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سوی تعلیمی تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می‌باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نماید. سبب مراجعه و تاریخ چی مریض بر ما اکایه می کنه که یک مریض پینجا و یک ساله می باشه؟ نزد شما به امرجنسی رو مراجعه می کنه امرا با ضعیفی تورم و تغییرات جلدی دستها و پاها از یک ماه به ای طرف. قرار اکای مریض از چهار هفته به ای طرف از تغییرات جلدی دست ها و پاها که به شکل پلک های دسکوامیتیف می باشد امرا با تورم و درد در دست ها و پاهای خود. همچنان مریض از دو ماه به ای طرف از ایسالات شاکی می باشد. در حدود 80 پوند وزن در یک سال گذشته کم کرده می باشد. مریض سردردی، دردهای بدنی، دردهای صدری و اسرت های تنفسی شاکی نمی باشد. از نقطه نظر ریویو آف سیستم مدیکل هستری، سرژیکل هستری، فامیلی هستری، آلرژی و social هستری ان می باشد. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص میان سال لاغر و فوقلاده ضعیف و کککتیک به نظر می خوره. ویتل ساین مریض یک رستنگ نیا می داشته باشد. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامنیشن منظمه های مریض خاصف تمپورال اتروفی در ماینات بدنی در لفت اپر کوادرانت مس که اشتباه سپلینومیگالی و میره. همچنان در قسمت جلد مریض قسمی که پیشتر هم خدمت شما حرص کردم لکه های یا پلک های دسکوامیتیف در دست ها و پاهای مریض دیده شده میتانه. همچنان مریض ماسکولار اتروفی می داشته باشه در ناخونهای مریض آنیکولیسس هم دیده شده می تانه. در این پکچر دست مریض نشان می ده امرا با پلک های دسکومیتیف در قسمت دورزال اسپکت دست های مریض همچنان اردو دست مریض در قسمت دورزال اسپکت خود لکه های دسکومیتیف خشک دیده شده می تانه. در ماینات لابراوری CBC مریض یا گلوکوسی توس 2010شار1 هزار میکرسییتیک یممی هموگلوین 4.8 توکر 18.7، 10شار ه MCV 52 اشار دو پایین میوا باشد پلتلت مریز 55 هزار یعنی ترمبوس هم می داشته باشد در CMP مریض هایپ 3 میاین صودیم مریض و سی همچنان البومین مریض 2.0 پایین پایین می باشه و با کماینات لابراتوری در نزد مریض انرمارکبال می باشه چست اکسری مریض اگر شما توجه کنین لفت هم ده افرام به با طرف بالا تیله شده می باشه البته فراموش نکنین در قسمت فیزیکال اگزامنیشن لفت اپر کوادران مست در نزد مریض جست می گرده. از و پلن دکتر جوان ما در امرجنسی روم یک مریض میان سال امرا با ضعیفی عمومی وزن کم کردن و تغییرات جلدی در دست و با پاهای خود نزد شما مراجع می کنه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن لفت اپر کوادران مس نزد مریض جهس می ماینات خون مریض سویر مایکروسیتیک انیمیا و ترومبوسایتوزس نشان میده. همچنان تغییرات در ریشیوی البومین تو گلوبلین نزد مریض دیده شده مریض ملنوتریشن می داشته باشه. تشخیص دکتر جوان ما در وقت در امرجنسی روم ملگننسی پرانیو پلاستیک سندروم همچنان سوریاسس اسکلیرو درما و لمفوما می باشه. پلن دکتر جوان ما مریض در هاسپیتال بستر می کنند ماینات ما ESR, ANA, HIV تست تیست و انیمیا ورک نزد مریض فرستاده می همچنان نزد مریض سیل پانل، بلد سمیر، یورین انالیسیس، دی فایف نوموسالین، هندرد امل در یک ساعت، تایپن سکرین و وینو بود برای دیپ وین ترومبوسیس پروفلاکسیس به مریض توصیح می همچنان نزد مریض کتسکن ابدومن صورت میگیره در لفت اپر کوادرانت یک مس هتروجنی که در قسمت های متوسطش اوا دیده شده میتونه که دلالت به تومورهای جی آی ترک میکنه همچنان دری کتسکن شما بسیار وضاحت لفت اپر کوادرانت لارج مس هتروجنیس و امروی پاکت های اوایی در قسمت متوسطش دیده شده میتونه همچنان در قسمت راست شما اینجا کرونال ویوی کتسکن ابدومنه می بینین که به بسیار وضاحت لفت اپر کوادران مس امرا با پاکت اوی در قسمت متوسطش و اینجا ساجیتال ویو را در لفت اپر کوادران می بینین که یک ماسه فوق بزرگ و در قسمت متوسطش پاکت هوا البته این مس هتروجینس می باشه و دلالت به جی آی ترک می در این وقت جی و هماتولوژی کنسالتیشن در نزد مریض گرفته میشه البته مریض آیرن دفیشنسی انیمیا احسالات و ابدومینال ماس می داشته باشه که دلالت به تومورهای جی آی تراک می کنه تیم جی آی مریض به انداسکوپی آماده می کنن. اپا جی آی انداسکوپی نزد مری صورت میگیره ان رمارکبل در کولوناسکوپی لارج فانگیتینگ لفت کولونیک ماس دیده میشه که البته چندین بابسی گرفته شده با پاتولوژی فرستاده میشه البته در اینجا تو مورسل نشان میده که به شکل گلندیولر هایپرکروماتیک که دلالت به ادینوکارسینما می نمایه. نتایج بایابسی توسط پتالوجست مدرلی دفرنشیتت انویزیف ادنو کارسینما می باشه. بعدها نزد مریض پتسکن صورت گرفته بعدهن مریضه به سرژیکل تیم راجع می کنند برای پاسبل همیکولکتومی. مرواریت هایی را که دکتر جوان ما در از ازی کیس دلچسب بر ما جمع آوری کرده قرار زایل می باشه. از نقطه نظر اناتومی به خاطر دارین که عریزترین قطر کولون در قسمت سکم یعنی در حدود 8 سانتی متر می باشه و همچنان تنگترین قطر کولون در ناحیه رکت و سیگموید می باشه که معمولا در این ناحیه معمولا انصداد ها صورت میگیره بزرگترین طول کولون ها ترانسفرس کولون در حدود 50 سانتی متر و سیگموید کلون هم در حدود 50 سانتی می باشه تومور های کولون راست معمولا با صورت اکسترنسی گرو کرده امرا با انیمیا این مریضان از شما مراجعه میکنه برخلاف کلون های طرف چپ انترینسیک نمو کرده باعث انصداد ها و قبضیت ها در نزد مریضان می گرده. بعضی اشکال انیوژوال پریزنتیشن کولورکتل کارسین ما را باید خاطر داشته باشین. به طور مثال ای تومورها میتونه باعث لوکل انویژن یعنی پرفوریشن فیشتولا به اجواف مجاور گردیده لوحه دایورتیکولایته تمثیل کنه. همچنان کولورکتال کارسینما میتونه به شکل فیور آف انان اوریجن زایر گردد. اگر مریضای شما بکتری میای استربوویس می داشته باشه دلالت به با کولورکتال کارسینما میکنه. همچنان باید به خاطر داشته باشین 6 فیصد ادن کارسینومای انان اوریجن متعاقب کل و دیده شده میتانه. همچنان در روتین اولتراسان بعض اوقات متستس کولورکتال کارسین ما تشخیص شده میتانه از نقطه نظر انظار مریضای کلورکتال کارسین ما باید به خاطر داشته باشین اگر مریضا امرا با لوه های پیشرفته یعنی انسداد و پرفوریشن نزد شما مراجعه می کنند معمولا انظار وخیم می داشته باشند برخلاف مریضایی که امرا با رکتل بلیدینگ نزد شما مراجعه میکنن البته اینا وقتتر نزد پرایمری فیزیشن مراجعه می بناهن انظار بهتر می داشته باشند همچنان تغییرات جلدی پرانیوپلاستیک سندروم در کولورکتال کارسینوما تشکیل میده که البته متعاقب تداوی کولورکتال کارسینوما پرانیوپلاستیک و یا تغییرات جلدی که در نزد مریضا دیده میشه کاملا بهبود آسل میکنه دکتر جوان ما در اینجا برای شما رو سندروم نشان می که معمولا تغییرات جلدی به شکل سوریاسس معمولا در نوایی دست ها پاها گوش و بینی مخصوصا در قسمت انگشتان به وضاحت دیده شده می که دلالت به کارسینومای اپا جی آی ترکت می کنه. همچنان در این سلاید برای شما اکانتوس نیگریکانس نشان میده که عبارت از زخیم شدن اپیدرمس می باشه مخصوصا در قسمت گردن و اکزیلر ایریا که دلالت به انترنال ملگنانسی می کنه. همچنان در این سلاید اگر شما توجه کنین جلد کف دست مریض فوقلاده درشت و نادولر می که معمولا امرا با گستریک و برانکو جنی کارسینما اسوسییشن می داشته باشه. البته در اینجا تغییرات جلدی را که به نام گو ترانس پاپولسیات میشه و ای برای مریضای درمت و معزایتس می باشه. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مروارید های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین آیات یک زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشد. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم با سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی ترجموی افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین ای اشتباهات ما را عفو می کنیم همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتبه وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو تماس آسل کنید. تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم.